با سلام خدمت شنوندگان رادیو پیام، امروز جمعه 18 مرداد 1392 9 اوت 2013 هستش. امیر هستم و با برنامه دیگر در خدمت شما. برنامه های رادیو پیام رو شما میتونید از طریق وبسایت رادیو پیام .ca دنبال کنید و یا روزهای یک شنبه اگر در شهر هلیفکس هستید روی طول موج FM 88.1 برنامه ها ساعت 10 صبح محلی که 5:30 بعد از ظهر تهران باشه به صورت مستقیم اجرا و پخش میشه. امروز در خدمت آقای کریم قسیم هستیم. آقای قسیم، من قبل از اینکه شروع کنم به توضیحات از شما تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین و در خدمتتون هستیم امروز با گفتگوی دیگر. خواهش میکنم، منم به شما سلام میکنم، به شنوندگان عزیز رادیو پیام درود میفرستم و تشکر میکنم پیشا پیش از دعوتی که کردید که در اختیار شما هستم. بله، ما آخرین باری که با شما صحبت کردیم تقریبا میشه گفت 2 سال پیش بود، آخر جولای 2011. متن استعفای شما و آقای محمد رضا روحانی از شورای ملی مقاومت در خرداد 92 تا 15 خرداد تقدیم شورای ملی مقاومت ایران شد و رسما هر دو شما استعفا کردید. 2 سال پیش که ما با شما صحبت میکنیم، یعنی تا قبل از این در واقع اعلام استعفا و جدا شدن، شما از فعالین سیاسی و از در واقع در محیط زیست مسئول و مسئولیت محیط زیست شورای ملی مقاومت رو داشتین. تقریبا مسئولیت کمیسیون بله، متشکرم. تقریبا 60 روز هم از این موضوع میگذره، بحثای فراوانی شده که البته ما به این در طول صحبتمون خواهیم پرداخت. اگر اجازه بدید قدری با هم رک و بی‌تعارف صحبت کنیم و پرسشامون رو با شما مطرح بکنیم. خواهش میکنم، حتما بی‌پرده. خواهش میکنم. خیلی ممنون. عرضم به حضورتون که شما تقریبا 2-3 دهه است که عضو شورای ملی مقاومت ایران هستید. بودید. بله. آیا در این مدت شما آدم مطیع و سربراهی بودید؟ بحث کنم. اطاعت و سربراهی، مطیع و سربراه بودم. نمیخوام اینجا درست 180 درجه عکسشو ادعا بکنم، ولی راستشو بگم من به سرکشی و خلاصه نقنق بودن و انتقادی بودن و سرتق بودن و اینها شهره بودم. آوازه اینو داشتم که به قول مجاهدین نپز هستش. اصطلاحی دارم مجاهدین موقعی که بحث رو گفتگو میکنن و اصرار دارن که طرف مقابلشون رو متقاعد کنند، میگن این کار رو کله پزی. صدای به هر حال به شوخی جدی و در مورد من پشت سرم حداقل بارها گفتن این نپز هستش. خب منظورشم روشنه که هرچی به هر حال تلاش میکنیم برای اینکه انجکسیون نظری بزنیم فایده ای نداره و این حرف خودشو میزنه تا اینکه به هر حال در یه بحث استدلالی شاید بتونیم همدیگر رو متقاعد کنیم. خیر، من نه به اون معنای مرسوم این کلمه مطیع بودم و نه سربراه در چارچوب میزانها و اصول و آیین نامه و مفاد اون همیشه با وفاداری به این مفاد کاملا منطبق بر میزانهای شورایی کار میکردم و در درون، ولی فکر میکنم تا اونجایی که یادم میاد از همون روز اول با انتقاد نسبت اون زمان به دوستان سابق سازمانی خودم شروع کردم و وارد عضویت فردی شدم و همین روحیه انتقاد و مبارزه، انتقاد و مبارزه، اتحاد و انتقاد همیشه ادامه داشته و البته وقتی هم که می‌دیدم مشکل پیش میره، نظری مشکل پیش میره، به هر حال ظرفیت تحمل و صبر و حوصله هم داشتم و همین که 2-3 دهه با تمام این مشکلات ساختم خودش
بهترین شاهد مثال هستش. و پاسخ شما رو به همین مختصر بس میکنم و بسنده میکنم. امیدوارم در پرسش ها و پاسخ های بعدی بسیاری از مکنونات این مطلب هم روشن بشه. بله، چون خب بعد از 2-3 دهه جدا شدن از شورا، الان شما نسبتتون به سازمان مجاهدین و شورا به چه شکل؟ معاندید، مخالفید، منتقدید؟ خودتون چه جوری میبینید در رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران و شورا؟ ممنونم از این پرسش، چون خیلی در فضای مجازی خیلی الان عذر میخوام از این کلمه، ولی باید بگم مزخرفات زیادی می نویسند و افترا و تهمت و خلاصه داستان سرایی های زشت کارانه بسیار زیاده. دوستی می گفتش که بعد از استعفا تا کنون که بیشتر از 60 روز گذشته، اینها بیشتر از 100 مطلب در رسانه های وابسته به مجاهدین یا بلاک های وابسته به هوادارانشون و امثال هم علیه من و علیه به استعفا دهندگان، دو عضو مستعفی، هر نوع سچکاری و هجمه واقعا کثیف رو انجام دادن که من به جزئیاتش نمیخوام و وقتش هم نیست که اشاره بکنیم، اصلا مطرح نیست. تمام تلاش من این بوده که در این دوره سخت متانت خودم رو حفظ بکنم و از برحال از عدالت و انصاف دور نشم و به قول معروف در واکنش به این توهین ها تندی نکنم و خارج از جاده‌ای که خودم بهش معتقد هستم سخنی نگم. در مورد سوالی که کردید، باید اول من به شما بگم که با رژیم ولایت فقیه هیچ گونه ابدا حتی یک مو هم سر آشتی ندارم و خواهان سرنگونی نظام ولایت فقیه هستم با تمام دستبندیاش، با تمام گرایش های درونی مغلوب و غالبش. بنابراین این مسئله کنار گذاشته میشه، این مرزبندی که در بیانیه معروف موسوم به ملی سالها قبل، فکر میکنم 10 سال قبل یا اندکی بیش از 10 سال قبل در شورای ملی مقاومت تصویب شد، هنوز که هنوزه همبسته هستم و هیچ گونه خلاصه در ارتباط با رژیم کوچکترین خدشه‌ای نه در عقاید من هستش و نه در پراتیک سیاسی. این نسبت به رژیم. اما نسبت به سازمان مجاهدین و شورا، من هم در درون شورا منتقد و به هر حال در برخی از زمینه‌ها طبعا مخالف پروژه ها و برخی از تصمیم گیری ها بودم و هم اکنون اینطوری هستم. یعنی اگه بخوام خیلی روشن عرض بکنم، در ارتباط با رژیم سرنگونی طلب هستم و در ارتباط با مجاهدین اصلاح طلب، در ارتباط با شورا اصلاح طلب هستم و این از همون اول بوده، با نوسانات و فراز و نشیب‌های متعدد تا 10 سال پیش. و از 10 سال پیش البته روندی رو شاهد بودم در شورای ملی مقاومت که به عنوان مثال مشخصه مهمش این بودی که دیگه آقای رجبی در جلسات حضور نداشتن یا اگر بعد از مدتی حضور داشتن از راه دور ما فقط دسترسی داشتیم به ایشون و خلاصه وضعیت جدیدی در واقع بوده. از 4 سال پیش که ابدا نه ایشون رو ما در تصویر دیدیم، نه در برحال نه در جلسه ای بودن. اون مسئله ای که مربوط به خودشونه که کجا رفتند و چرا رفتند و به چه دلیل، مسئله شورایی نیست. ولی آنچه مسلمه، ایشون تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم از مسئولیت شورای ملی مقاومت، از مسئول بودن استعفا ندادن و تا زمانی هم که استعفا نداده باشن، من که تا 2 ماه پیش که بیش از 2 ماه پیش که عضو بودم، به ایشون به چشم مسئول شورا می نگریستم و به همون منطبق بر همون مسئولیت هم تا
طبعا از ایشون پاسخگویی و اجرای مصوبات و اجرای یا مراعات آیین‌نامه و غیره رو داشتن. اما راجع به منتقد و مخالف بودن باید عرض کنم که این وضعیت همیشه بوده. الانم من به واقع منتقد نیکندیش و خیرخواه مجاهدین شورا هستم. این که اونها چه کار کردن، چه ستمی بر من و آقای روحانی در این دو ماه اخیر روا داشتن یا با اون اطلاعیه های بسیار زشت امنیتی پلیسی که منتشر کردن، این مطلبی است که میماند در تاریخ و در آینده افرادی که علاقمند هستند خودشان قضاوت خواهد کرد که چه ستمی بر ما رفته است. ولی دلیل نمیشه که من واکنشی بشم. اون چیزی که بارها در درون خود مجاهدین میگفتن که آدم نباید بلافاصله عکس العمل نشون بده، ولی خودشون همین عیب رو به شدت دارن در مقابل یک واقعی که کوچکترین خدشه‌ای نداشت، مثل استعفای علنی سیاسی من و روحانی که از سر اعتراض به خیلی از وقایع درونی، از ناراحتی متراکم وجدانی انجام گرفت و البته اقدامی سیاسی بود و اینا متوجه نیستن که این طرف یعنی قسیم خودش نوشته در فیسبوکش که استعفاش سیاسی بوده. خب پس چی؟ مثلا میخواستم یه اقدام تفریحی بکنم یا ورزشی بوده یا چی بوده؟ خب این هر اقدامی که در ارتباط با یک سازمان سیاسی، چه استعفا، چه پیوستن، چه خروج، خب همه اینها اقدامات سیاسی هستش. این که انگیزش وجدانی و از سر اعتراض بوده به هیچ وجه مانع از این نمیشه که خصلت سیاسی داشته باشه. و این چرا باعث تعجب و حیرت خانم ها و آقایون شده برای من ناروشنه. فکر میکنم که اینقدر واکنشی و عصبی و ناامن شدن که حتی فرمول بدی ساده یه همچین مطلبی هم از کنترلشون خارج شده. به نظر من در این که کریم قسیم منتقد بوده، هیچ کس از افرادی که منصفانه خوندن، منصفانه بررسی کردن، هیچ کس تردیدی نداره. اهل بصیرت هم میدونن که چقدر تحمل شده، چقدر در حال صبر و حوصله وجود داشته و یک جا به بعد یه امکان پذیر نبوده. به لحاظ وجدانی ما نمیخواستیم، من نمیخواستم، به هیچ وجه دیگه مایل نبودم در کارهایی مسئول شناخته بشم که به هیچ وجه در نه تصمیم گیریش دخالت داشتم، نه در اجراش و نه در حتی در مقام مشورت. مثال هم بسیار بسیار زیاد هستش از سیاست هایی که همین الان هم در زمینه های سیاست خارجی یا سیاست داخلی مورد انتقاد من هستش، از نامه هایی که آقای رجبی به سران رژیم نوشتن تا سیاست در واقع برخوردی که با هموطنان ما دارن، در واقع درهای بسته، آغوش باز به روی سیاست مداران فرنگی و آغوش بسته و چی بگم درهای بسته نسبت به سازمان ها و گروه ها و هموطنان ما، اهم از شخصیت های معروف فرهنگی یا نهادها یا انجمن ها و سازمان ها. ابدا ابدا. خب تمام اینها انبوهی مسئله بوده که ما هی تحمل میکردیم، هی مطرح میکردیم، هی تحمل میکردیم، هی مطرح میکردیم و نمیشده و به هر حال نارضایتی ها جمع میشده و متاسفانه انسانشناسی مسئولان مربوطه هم در مورد افرادی مثل من و روحانی هم به نظر خودم معایب زیادی داشتی که اصلا متوجه نشدن که اینها چقدر بایستی تناقض هم بکنن و هیچی نگن و شدنی نیست. یک جا بالاخره آدم جونش به لب میرسه و میگه بسنه دیگه، من دیگه نمیخوام در این جور کارها شریک باشم. و این پروسه خب به سرعت از فراتر از 6 ماه، نه الان باید بگم از پایان سال گذشته، از اواخر سال گذشته میلادی، از اون موقعی که دیگه آقای رجوی یکانها را اعلام کردن و یک کلمه هم به من و امثال من، به هیچ کدوم از اعضای شورا، نه مشورت پیشا پیش کردن و نه توضیح پسا پس رو ارائه دادن. خب
اینجوری نمیشه آدم، یعنی برای اون کسایی که به قول شما سر به راهن شاید بشه، ولی برای کریم قسیم همچین امکانی باقی نبود. و من متواضعانه باید بگم وقتی که نمیتونم یک جایی مسئولیت رو بپذیرم، نقشی هم نمیتونم در تغییرش بازی کنم، یقینا به فکر این میفتم که دیگه در اون مسئولیت شریک نباشم. در همه پروسه های سیاسی وجدانم این بایستی برای فعال سیاسی مطرح باشه و برای من هم مطرح بود. بله، متشکر به خاطر توضیحتون. اشاره کردید به برخوردهایی که در رسانه ها و فضای مجازی هست، 100 مطلب براتون بر علیه و لهتون نوشته شده، شاید بیشتر از 100 مطلب هم باشه. این توضیحی که دادید به اعتقاد هر کسی دیگه مثل حداقل مایی که توی این قضایا نبودیم، حق طبیعی یک نفره که تا اونجایی که میخواد توی مسئله شرکت کنه، تا اونجایی که نمیخواد در بیاد بیرون. این خیلی برای خیلی از شنوندگان ما سوال هستش که چه سیستمیه این که تا قبل از اینکه شما استعفا بدید از اعضا هستید، بدون هیچ مشکلی زمانی که استعفا نامه رو میدید به این شکل باتون برخورد میشه، و اصلا جایگاه نقد و انتقاد در یک چنین سازمان، یک ارگان، یک به حال شکلی که الان هستش چگونه جای میگیره؟ مگر آیا معیار مبارزه آقای مسعود رجوی، خانم مریم رجوی هستن که اگر تقدس شکسته شد شما در واقع با رژیم همکار هستید؟ چون عملا برخوردها به این شکل هستش که شما رو دارن در واقع به این شکل عرض کردم. بله، این زشکاری ها هست. خب این نقد و انتقاد در هر سیستم متمدنانه شاید به این شکل گفت. نقد و انتقاد جایگاه خاص خودشو داره، هر کسی رو میشه اوورد به، مگر اینکه دیگه تقدس باشه، وگرنه الان خدا را هم دارن به نقد میکشن. و این حق طبیعی انسان آزاد است که بخواد مسائل رو به نقد بکشه. چرا اینجوری برخورد میکنن؟ و اصولا اگر قرار این نوع طرز تفکر باشه، جایگاه این طرز تفکر در ایران آزاد چه خواهد بود؟ در آینده چه خواهد بود؟ و چگونه میشه با این برخورد داشت؟ عرض کنم برخوردی که من و آقای روحانی کردیم، خب خارج از کنترل هر مسئولی ما استفاده دادیم. یعنی ما در واقع از میزانهای متمدنانه تمام احزاب دموکراتیک دنیا و حتی احزاب کمتر دموکراتیک خیلی از کشورهای پیرامونی هم، وقتی که یا عضو قدیمی، حالا عضو برجسته یا عضو ساده، من چون به هر حال مسئول 20 سال مسئول یک کمیسیون بودم، به هر حال یک عضو قدیمی نسبتا نامدار این جریان بودم، چنین کسی وقتی که تصمیم به استعفا میگیره هیچ مانعی براش وجود نداره جز تصمیم گیری و انتخاب خودش، چون اصل امنیت تصمیم گیری جز آزادی های دموکراتیک هر انسان و هر از جمله هر عضوی در هر حزبی هستش. اگه قرار باشه تمام حرکات و سکنات یک عضو زیر کنترل باشه، خب این میشه یک نظام توتالیتر، این میشه نظامی است که در واقع نظام بسته است و نسبت به اعضایش یک اراده خارج از اختیار فرد اعمال میشه. من حالا اسم مذهبیشو نمیخوام بگم، ولی در چارچوب شورا ما هیچ میزانی و هیچ آیین نامه‌ای و هیچ ماده‌ای نداریم که در مورد استعفا پیش شرط قائل بشه. بگه اول استعفا رو بدید مثلا به مسئول، یا اول در نشست مطرح کنید. این اصلا بی ربطه و هر کسی اینو میگه یا نادانه یا عمدن داره دروغ میگه، یا اینکه میخواد در واقع اعمال یک نوع سلطه ای رو به کرسی بنشونه. اون در مورد استعفای علنی ما، اینکه غافلگیرانه بوده، هر استعفای علنی که تصمیم گیریش در امنیت فرد مستعفی انجام بشه به یک درجه غافلگیری ایجاد میکنه.
و در این مورد خاص خب ما تصمیممون رو موقعی به دبیرخانه شورا اطلاع دادیم که نیم ساعت یک ساعت بعدش هم به افکار عمومی اطلاع دادیم و این تنها راه، من واقعا مدعی هستم چون ما خیلی بررسی کردیم که چه راهی رو بریم، این تنها راه موجود بوده برای اینکه بتونیم به افکار عمومی همزمان با استعفا نظرمون رو هم اعلام بکنیم، چون ما میخواستیم در صحنه سیاسی باقی بمونیم، نمیخواستیم سرمون بندازیم پایین و بریم. این که نقد به کمبودها یا بیان انتقادات سالیان دراز، انتقاداتی که بعضا اینجا و اونجا تأثیراتی باقی گذاشته، منتها نه به اون صورتی که من و ما میخواستیم، و نکاتی که به هیچ وجه تأثیری نگذاشته و در برخی از زمین‌ها بدتر شده. من مثال‌های زیادی میتونم در این مورد براتون بگم اگر مایل باشید، ولی در مورد اصل انتقاد واقعیت اینه که در حوزه‌های گوناگونی که ما در درون شورا داشتیم، هر کسی به تناسب شأن و شخصیتی که داشته اگر میخواسته میتونست نکات انتقادیش رو مطرح بکنه، اما باید در نظر گرفت که اثرگذاری و به اصطلاح تحلیل گرفتن انتقاد خیلی مسئله مهمیه، وگرنه خب آدم مثلا در یک سیستم توتالیتر زبونم لا هم میتونه انتقاد بکنه، منتها با تاونش رو پس بده. بارها در این زمینه‌های انتقاد آری یا نه خب سخن بوده، صحبت بوده در جلسات مختلف، طبعا آدم حق صحبت داره، منتها باید در نظر گرفت که اولا تا چه حد این انتقادات جدی گرفته میشن، تحلیل گرفته میشن، کجا سنبل میشه، کجا از این گوش میاد از اون گوش در میده، کجا سالهای دراز آدم توجه میده به یک مسئله و درخواست مطرح کردن موضوع مورد انتقاد رو داره. واقعا مسائلی بودن که 30 سال تمام شاید هم کمی بیشتر مورد انتقاد بوده و هنوز هم هست، ولی تغییری در این. میتونید یه نمونه جزئی رو از این موضوع بگین که حداقل موضوع برای شنوندگان قدری روشن‌تر بشه؟ یک مورد مشخص منظورتونه؟ بله اگر امکانه. بله موارد زیادی رو، من با کمال میل یک مورد خیلی خیلی قدیمی رو که همین الان ذهنم میزنه، مسئله این قید جمهوری دموکراتیک اسلام. این دموکراتیک اسلامی از نقطه نظر شخص من در همزمان با ورود به شورای مقاومت در درون گروهی که اون زمان داشتیم مورد انتقاد بود، در موردش من همون زمان هم مطلب نوشته بودم. بعد در چارچوب الزامات و به اصطلاح تعهداتی که ورود و عضویت داشت، بنابراین شد که ما نپذیریم بلکه ملزم بهش باشیم، یعنی به این صورت که علیهش تبلیغ نکنیم، توجه میفرمایید؟ علیهش تبلیغ نکنیم ولی ضرورتا نباید اعتقادمون باشه. خب این یک فرمولی بود که میتونست به ترتیبی کار رو راه بیندازه و راه انداخته بود، اما با توجه به این که در فراز و نشیب‌های گوناگون در تراتیک هم این به اصطلاح قید دموکراتیک اسلامی، در واقع اون مسئله قید اسلامیش بسیار مانع و بسیار مشکل ایجاد میکرد، شورا در ادامه کارش طرحی داشت، ما طرح لایسیته رو 25 سال پیش در شورای ملی مقاومت تصویب کردیم، در بحث های خیلی مبسوط و مفصل این طرح رو تفسیر، ولی شما ببینید وقتی که میرید طرح لایسیته رو میخونید تمام موادش عالیه، اما اون زیرش نوشته وقتی که امضا کرده آقای رجوی نوشته مسئول شورای ملی مقاومت و بعدش مثلا در مورد جمهوری آینده اینجوری نوشته شده که جمهوری دموکراتیک اسلامی. آخه شما ببینید این میشه کوسه و رشوه. همون موقع هم مطرح کردیم که آقا نمیشه یک طرح جدایی دین از دولت داشت و این رو برای یک جمهوری اسلامی، آخه یعنی چی این کار؟ اون موقع در روند بحث ها چند تا
چند تا موضوع و چند تا تکیه از طرف دوستان مجاهد و علل خصوص مسئول شورا بهش اشاره میشد و خیلی محترمانه در واقع این تقاضا مطرح میشد که مثلا با عرض احترام اینو میگم خون شهدای مبارز مسلمان رو باید در نظر گرفت. اون موقع در واقع سالهایی بود که رزمندگان داخل کشور درگیر بودن با رژیم جمهوری اسلامی با ولایت فقیه. این یک استدلال بود که آقا به احترام اونها ما این قید رو مثلا حفظ میکنیم. یا اینکه آقا در مورد اسلام این از اون صحبتهایی بود که خب به هیچ وجه مورد قبول افرادی مثل من نبود، ولی خب مجاهدین اصرار داشتن که آقا در مقوله اسلام نباید این پرچم رو بدیم به دست خمینی، بلکه این پرچم رو باید خود شورا و خود مجاهدین در درون شورا به عنوان محور تشکیلاتی شورا حفظش بکنن. یا برخی چیز میکردن که آقا اولین متن پای گذارنده و مؤسس شورا که میثاقی بوده اون زمان در ایران یا در خانه مخفی در ایران، همون اوائل این کار پیش از پرواز به پاریس بین آقای رجوی و آن زمان آقای ونیسد رئیس جمهور وقت نظام، این میثاق تدوین شده و در این میثاق صحبت از جمهوری دموکراتیک اسلامی است در صدا در ارتباط با جمهوری اسلامی، اینجا جمهوری دموکراتیک اسلامی. خب اینا دلایل اون زمان 30 سال پیش یا مثلا 28 سال پیش این دلایل دوستان می آوردن، ولی بعد چی؟ الان که دیگه من فقط اجازه میدم براتون یه خاطره فقط بگم تا متوجه بشین که الان در چه زمانی ایم. یادم میاد 2-3 سال پیش یکی از هواداران فعال سازمان مجاهدین پیش من درد دل میکرد، پاریس بودم اونجا، درد دل میکرد که فلانی دوندن با شوخی و خنده میگفت فلانی ما میریم تو کمپای پناهندگی این کشور و اون کشور که سراغ جوانان تازه وارد ایرانی برای ترویج پیوستگی به مثلا مجاهدین یا فوقش به شورا اگر اهل اسلام نباشه طرف. ما راجع به هر چیزی شروع میکنیم به صحبت کردن جوانا گوش شنوا دارن و حتی وقتی که اشاره میکنیم که ما از طرف سازمان مجاهدین میاییم به اصطلاح خودشون با کلمه منافق که خب اونجوری یاد گرفته بودن بوده، آره منافقین آدم های مبارزی هستن اینجوری و اونجوری و استقبال میکردن، حتی اون مقوله رو هم استقبال میکردن. ولی به محضی که ما وارد تبلیغات اسلامی میشدیم طرف سرخ میشد و بالای پایین ما رو فوش میبست و میذاش میرفت، یا اینکه ما رو تهدید میکرد که مبادا وارد این مقوله اسلام بشیم. ما از اون جهنم فرار کردیم، دیگه نمیخوایم این چیزا رو بشنویم و قهقه میخندید این هواداری که این ماجرا رو برای من تعریف کرد. حالا ملاحظه بفرمایید جذب جوانان مملکت اینجوریه دیگه، اصلا حاضر نیستن راجع به اسلام سیاسی و اسلام دولتی و اینکه بیایید خلاصه یک جمهوری باشه باز بعد از سرنگونی اینا دو مرتبه اسلامی باشه، اصلا کسی حوصله این حرفا رو نداره مگر اینکه عقب مانده ترین اقشاری که هنوز دوربر این رژیم باقی موندن. بنابراین روشنه برای یک ائتلافی که خود این ائتلاف هم یک ائتلاف لاییکه، یک ائتلافی نیستش که یک نوع وابستگی مذهبی به یک جریان مذهبی داشته باشه. همه احتراماتی که مجاهدین در چارچوب عقایدشون گذاشته می شده مبتنی بر پیکار و مبارزه و به هر حال پافشاری در امر سرنگونی اینها بوده، ولی در اصول که نباید آدم دیگه چند دهه هی یک چیز غلط و آشکارا غلط رو باز دو مرتبه ادامهش بده و حاضر نباشه به صورت جدی در موردش بحث بکنه. باور بفرمایید در تمام این دوران هر از گاهی شخص خود من معترض بودم به این قید اسلامی دموکراتیک اسلامی و تقاضای جلسه و تغییر این و تصحیح این مشکل رو داشتم. خب تا زمانی که آقای رجوی بودن که عرض کردم اون یعنی در جلسات تشریف داشتن اون بهانه ها و اون اشاراتی بود که قبلا اشاره کردم، اما از زمانی که ایشون نیستن باز هم این انتقادات بوده، تا همین اواخر هم بوده.
بنده گفتم بارها در بالاترین سطح در نشست های کمیسیونی که بالاترین سطح کار سیاسی درون شورا بوده، خب وقت گرفته شده و این نکته مطرح شد. ابدا به این مسئله به صورت جدی پرداخته نمیشه، یا از این گوش هنگنش از اون گوش در میره، محترمانه گوش میفرمایند و بعد انگار نه انگار، یا اینکه سوخی جدی این جمله معروف رو که دیگه الان همه میدونن در توی شورا که انشالله در میدان آزادی با حضور آقای رجوی این مسئله رو مطرح خواهیم کرد. خب بفرمید ببینید چه وضعیه، یعنی اصلا جدی گرفته نمیشه و سنبل سازی و جدی نگرفتن و از این گوش گرفتن از این گوش در کردن یک رویه شده در این سالهای اخیر که نمونه های بسیار زیادی وجود داره. ما هم فقط به یک مثال اکتفا میکنم. متشکرم. در صحبتاتون گفتید که شما در رابطه با رژیم سرنگون طلبید و با شور در رابطه با شورا اصلاح طلب، حالا اشاره هم به مطالبی از جمله همین مسئله جمهوری دموکراتیک اسلامی کردین. آیا موضوعات مسائل دیگه هم بوده که میتونید به سال بزنید از اون جنبه اصلاح طلبی که میگید روشن بکنید منظورتون چیه که اصلاح طلب؟ یکی از مهمترین، حالا یکی دو کیش اگر بگید به خاطر وقت خیلی خوبه. بله بفهم. همینجوری به صورت تلگرافی میگم، مثلا در زندان در متن استعفای ما هم فراموش نکنید این مطالب به صورت خیلی تلگرافی ردیف شده بوده. مثلا اینکه راجع به گشایش شورا به روی نیروهای ایرانی صحبت کردن و اصلا نشست و برخاست با هموطنانمون، نشست و برخاست با انواع اقسام نهادهای فرهنگی، نهادهای پناهندگی، نهادهای سیاسی، احزاب و گروه‌های دیگر، تمام اینها یعنی قبول اینکه صداهای دیگری هم در اپوزیسیون ایرانی علیه ولایت فقیه وجود داره و علل خصوص صداهای دیگری که سرنگونی طلب هم وجود داره. خب سیاست مثلا تبلیغاتی که مجاهدین اصرار دارن ادامه بدن، یعنی سیاست تبلیغاتی کاملا بسته به روی گروه ها و دیگران، به هیچ وجه در اخبار مثلا ما نمی بینیم که تلویزیون مجاهدین، چون خودشون دیگه الان میگن این ملک ماست، تا چندی پیش میگفتن مال مقاومته، ولی در یکی از این گفتگوها آقای سامه پیشنهاد کردن که بر اساس، یعنی پیشنهاد که چه عرض کنم، اصلا این رو مطرح کردن که تمام این حرفا شما هرچی میخواید انتقاد کنید نسبت به من و دیگر منتقدین، این تلویزیون ها و این رسانه ها بر اساس اصل مالکیت و نه بر اساس اشتراک مساعی مقاومت، بلکه بر اساس اصل مالکیت تعیین تکلیف میشه سیاست هاش. خب یک چنین مسئله ای از زبان یک کسی که مدعی کمونیسم هم هستش خیلی جالبه که اصل مالکیت در واقع تعیین کننده سیاست یک رسانه انقلابی هستش. حالا این یه بحث دیگه است، ولی خب شما پرسیدید نکات دیگر، خب این مسئله سیاست تبلیغاتی، مسئله رسانه ها، مسئله گشایش نسبت به هموطنان، این که در مورد جبهه همبستگی که اصلا ما مصوبه و طرح داریم 10 سال پیش تصویب شده، چرا هیچ اقدام عملی، هیچ گامی در این جهت برداشته نمیشه، بسیاری از این مسئله در سیاست خارجی، سیاستی که رو به آمریکایی‌ها مجاهدین پیشه کردن یا در چارچوب شورا پیش میبرن، این سیاست به هیچ وجه در توی شورا بحث استراتژیک در این مورد نشده که در این مورد این توسل به ایالات متحده و این همه سرمایه گذاری عظیمی که در این جهت میشه، آیا این بر اساس یک سیاست مسببه شوراست یا اینجا ما با یک خط مش و یک راهبرد جدیدی روبرو هستیم که خود آقای رجوی و دیگر مسئولان مجاهدین اونو تعیین کردن و دارن چهار اسبه میرن جلو و انگار نه انگار که اینجا شورا هم وجود داره که نمونه شو در این پیام ها هم دیدیم. بسیاری از این نکات مورد انتقاد بوده از طرف من، الان من در مصاحبه با شما هستم و میتونم شهادت بدم که البته از طرف آقای روحانی هم در بسیاری از نکات. من فقط یه نکته مهمی رو که ایشون دائم مطرح میکردن، آقا رو به جامعه ایران، رو به اخشار طبقات زحمتکش سرمایه گذاری بکنیم، این مسئله اصلی باید باشه. بارها ایشون میگفت، بنده میگفتم و یا از این گوش شنیده میشده انگوش از این گوش در میرفته، یا اینکه
ملاسف به قول معروف اون رو به عنوان یک سخن لوپس بهش جواب میدادن و واکنش به این صورت بوده که ما به صورت آنها خشمگین میشدن و ما در عذاب فرو میرفتیم این رو بیان کردیم، ولی خب تهدید گرفته نمیشده، این انتقادات تهدید گرفته نمیشده و ما دائم متناقض و بیشتر و بیشتر متناقض میشدیم و اینها متراکم میشدن. بله، این اشاره داشتید قبل از که من پرسش بعدی رو بپرسم از شما، اشاره به نام آقای مهدی سامه داشتید، صحبت هایم در رابطه با آقای رجوی شد. ما اینجا از تمامی دوستانی که اسمشون مطرح شد دعوت میکنیم که اگر مایل باشن میتونن بیان و نظر خودشون رو بگن، به هر حال این حق اونا هست که اگر مایل هستن به نظرات آقای قسیم پاسخ بدن. آقای قسیم، خب این بنبستی که در این مطالبات اصلاحی بود چه چیزی باعث می شد که این نظریات، به هر حال ما داریم راجع به سازمان‌های دموکراتیک انقلابی صحبت می‌کنیم، داریم در یک فضای شورا قطعاً باید یک فضای دموکراتیک و انقلابی باشه، این بن‌بست‌ها از کجا ناشی می‌شد که اجازه نمی‌داد این در واقع پیشرفتی در این نظریات صورت بگیره؟ ببینید، این نکاتی که من عرض کردم ناظر بر وضعیتی که در درون من و مثل آقای روحانی در انتقاداتمون باش مواجه بودیم، اما فراموش نکنیم که سازمان مجاهدین از توانایی پراگماتیستی بسیار پیشرفته‌ای برخوردار هستش و به لحاظ بیرونی تغییراتی متناسب با شرایط و به هر حال فضای کنفرانس هایی که سران ثورا و مجاهدین در شرکت میکردن تغییراتی رو فرمول بندی میکردن. من صورت خلاصه عرض میکنم، مثلا خانم رجبی در بسیاری از کنفرانس ها، همین کنفرانس هایی که در سالهای اخیر برگزار شده، صحبت از برنامه 10 ماده‌ای خودشون میکنن که برنامه خوبی است و البته به شرطی که تبدیل بشه به یک سند شورایی، وقت باعث تمام اون چیزهای قبلی رو که کهنه و بلا استفاده شده ملغا اعلام بکنیم. نمیتونیم یه سخنرانی بکنیم راجع به بهترین آرزوهای بشری و بگیم آینده ایران رو به عنوان کشور حقوق بشر میخواییم، ولی بعدش در پراتیک آقای رجوی به حقوق بشر مثلا فلان عضوی که از سازمان جدا شده، حالا گیرم که به رژیم هم پیوسته باشه و محکوم هم هست این کارش که به رژیم پیوسته، ولی دیگه نباید به حقوق بشر اون فرد متعرض شد. بنابراین پس این زیبایی فرمول بندی کشور حقوق بشر تکلیفش در پراتیک جاری ما چی میشه؟ یعنی آنجایی که مربوط به خارجی ها و توجهات فرنگی ها علل خصوص ایالات متحده و سیاست مدارای کنگره و اینها هستش، زیباترین فرمول بندی ها رو ما میبینیم و میشنبیم، ولی آنجا که مربوط به اسناد خود شوراست و انتقادهای اعضای شورا، بنده 30 سال انتقاد میکنم که آقا این صفت اسلامی رو وردارید، این اصلا مورد نفرت جوان ها میشه که باز به مرتبه بخوان با یه جمهوری که اسلامی هست روبرو بشن. هرگز حاضر نخواهم بود برای همچین چیزی بیان جانشون رو فدا بکنن که باز به مرتبه برن توی همچین منجلابی. ورداریم اینو، خیلی خوب، در درون تعویل نمیگیرن. تو همین الان تو اسناد شورا این قید اسلامی هست، دموکراتیک اسلامی، که اصلا خود اینم متعارضه متناقضه، ولی وقتی که میرن در کنگره، همین چندی پیش شورای ملی مقاومت تقاضای لابیگری در کنگره آمریکا گذاشته و در مقابل سوالی که آقا چه چشماندازه، چه سیستمی رو در چشمانداز این متقاضی قبول داره، می‌نویسن جمهوری لائیک مبتنی بر جدایی دین از دولت. خب این بسیار عالی اونجا، ولی چرا در اسناد داخلی حاضر نیستید همون چیزی که بیرونی مطرح میکنید و می‌نویسید و امضا میکنید در انتقاد به اعضای قدیمی مورد تصحیح قرار بدید و سند غلط و اشتباه و کهنه و بلا استفاده قدیمی رو بندازید دور؟ نخیر، در بیرون پراگماتیسم و متناسب با شرایط موضع گرفتن البته
تکنیک های متناسب تبلیغاتی و غیره، اما در درون و در حوزه اسناد که باقی میمونن و سیاست ها قرار است از آن استنتاج بشه تغییری نمیدن و بعضن باید عرض کنم منقبستر و منقبستر شدن و در یه زمینه که در واقع روی کرده آقای رجوی به مسائل و فرمول بندی های اسلامی، حتی غلظت اسلامی سخنرانی ایشون در سالهای اخیر بالاتر و بالاتر رفته که البته به لحاظ شخصی مربوط به خودشونه، ولی ایشون هنوز مسئول شورای ملی مقاومت هستند و استعفا ندادن و بنابراین باید ملاحظه بکنن که چه سایه غلظت دینی روی مسائل مربوط به سیاست های شورا میفته و غیر قابل دفاع میکنه بسیاری از مسائل رو. این غلظت اسلامی چی هست؟ از به حال میتونید مثالی بیارید که اصلا این غلظت اسلامی، قطعا ما صحبتمون هم در رابطه با آقای مسعود رجوی هست، چه جوری داره افزایش پیدا میکنه؟ به هر حال ما میدونیم که مجاهدین خب به هر حال یک نیروی مسلمانن، همیشه هم اینو گفتن، و ولی این غلظت اسلامی رو چه جوری میخواین توضیح بدین شما؟ ببینید من برای شما یه مثال خیلی مهمی رو عرض میکنم. پارسال میلادی عرض میکنم، اواخر پاییز بود اگه اشتباه نمیکنم، تاریخ دقیقش رو از بر نیستم الان، ولی یک روزی به هر حال بدون هیچ گونه مشورت از پیش با شورا، بدون هیچ نوع اطلاع رسانی حتی، ناگهان در یک سخنرانی بعد از بیان یک سری آیات و مطالب اسلامی که بنده نه از برم اونا رو و نه مایلم از بر بکنم، به هر حال کلیپاش روی اینترنت هست، روی یوتیوب هست و افراد میتونن راجع به اون کلیپی رو ببینن که در مورد برپا کردن یکانهای ارتش آزادی بخش، یکانها و رسته های ارتش آزادی بخش در ایران ایشون فرمون دادن. مقدمه این فرمان کلی مطالب اسلامی بود و حالا شما ببینید فرمانده ارتش آزادی بخش، حالا فرض کنید همه اینا واقعیه، نه یعنی من نمیخوام وارد اون بحث الان بشم، الان نکتم اینه که یک رو به ایران فرمان برپایی یکانهای ارتش آزادی بخش ملی به قول خودشون داده میشه، جدای از این که در زمینه واقعیت چه اتفاقی میفته، خب معلومه که یک چنین فراخانی، یک چنین پیامی، یک چنین فرمانی باید جنبه ملی داشته باشه، جنبه میهنی داشته باشه، مقدمش به نام ایران باشه، به نام آزادی ایران باشه، یا عرضم به حضور در روز مثلا یا انقلاب مشروطیت باشه، یا مثلا در مورد انقلاب مشروطیت جناح مسلحش اگر بگیریم، به هر حال ما امکانات مختلف و بسیار متنوعی برای اینکه حمیت ملی و عرق ملی رو مخاطب قرار بدیم. نمیگم بیایید از جنگ‌های رستم و اسفندیار شروع بکنیم، ولی ما در همین دوران مدرن هم به اندازه کافی روزها و مناسبت‌های ملی داریم که اگر یک چنین فراخانی مسئول شورای ملی مقاومت یا مثلا فرمانده ارتش آزادی بخش میدهند، باید تکیه بکنن به یک، یعنی هر مورد دیگری در هر کشور دیگه هم همیشه اینطوری بوده که اون فراخان و اون نقطه عطف رو وصلش میکنن به یک مناسبات، به یک مناسبت ملی که برانگیزنده روح ملی نسل جوان باشه، نه اینکه یک سری آیات و مطالب اسلامی رو مطرح بکنه هر چی میخواد باشه. لحاظ تاکتیک کاملا اشتباهه، برای که ما هم در شورا مصوباتی داریم در بسیاری از زمینه‌ها که بایستی مراعات بشه و هم به لحاظ فراخوندن یکانهای یک ارتش ملی ایران که واقعیت داره بایستی تکیگاه ملی رو مطرح کرد، یک عرق ملی و انگیزه ملی رو برانگیخت. میخوایم اینجا یک جنگ مذهبی را بندازیم که مثلا
مهمه، علیه میخوایم علیه غیر مذهبی ها به جنگیم که در روز بعد که ما در خود بنده این موضوع رو مطرح کردم، در بالاترین سطح مطرح کردم، خیلی محترمانه پرسیدم از خانم ها و آقایان و مسئولان که این ارتشی که یکانهاش فراخونده شده یه ارتش ایدئولوژی که فهمیدن نه. پرسیدن پس چرا به استناد مطالب اسلامی و آیات و قرآن و اینجور چیزها یک چنین فراخوانی داده شده؟ چون بفرمید پاسخ بنده ببینید چه قوز بالا قوزی میشه، که به من فرمودن که چون در روز تولد پیغمبر این کار شده. حالا ببینید این یک چنین جوابی یعنی دیگه آقا همچی چیزی رو تو نپرس. نمیخوام بگم مثلا خفش رو بگم، یعنی آدم میپرسه چرا اسلامی حرف میزنی یا اسلامی فراخوان میدی، اون جواب میده به خاطری که روز تولد پیغمبر بود. یعنی میشه قوز بالا قوز. چرا آقا روز تولد پیغمبر رو برای این کار انتخاب میکنی؟ چرا روز تولد ستارخان رو انتخاب نمیکنی؟ چرا روز تولد مصدق رو انتخاب نمیکنی؟ نمیگم برو روز تولد انقلابیون مسلح رو حتما، ولی ببینید راه داره دیگه. خود آقای رجبی هم این چیزا رو خیلی خوب میدونم، ولی لابد دلیلی وجود داره که هم روز تولد پیغمبر این کارو میکنن و هم با آیه قرآن و این و اون مطلب اسلامی این کارو میکنن. پرسیدید مثال، از این مثال به هر حال تازه تر چی که هر کسی هم میتونه کنترلش بکنه و بره روی یوتیوب کلیپ مربوطه رو کلیک کنه و ببینی که بنده چه دردی داشتم که اون پرسشو کرد. بله، صحبتاتونم در رابطه با یکانها و رسته ها بود. آیا بیلان کاری بود؟ آیا این کار در واقع نتیجه عمل این یکانها و رسته ها در شورا مورد بررسی قرار می گرفت؟ ما خود من حالا در رادیو و بقیه دوستان همیشه ما میگیم که قطعا امسال سال سرنگونی، این امید ماست، این در واقع نویدیه که ما میدیم به شنوندگان، ولی این خیلی فرق میکنه با یه رهبر در واقع سازمان و یک رهبر مقاومت یا در واقع رئیس جمهوری که مشخص شده. صحبتم خانم رجوی هستن، خانم مریم رجوی که مطرح میکنن که بله امسال سال سرنگونی است. خب اینها حالا بجز اون معیارهای به هر حال نوید و امیدهایی که هست که خیلی هم عالیه، ولی آیا این صحبت ها بر بستر این همین یکانها و رسته هاست؟ آیا بیلان عملیات و در واقع حرکت هاست که ایشون به این نتیجه رسیدن، یا اینکه جنبه فقط تبلیغی دارن؟ عرض کنم با کمال میل جواب میدادم هر آینه میدونستم. این تنها پرسشیه که تاکنون من معذورم، برای که واقعا نمیدونم. علل اصول مسئولان و شخصیت هایی که این قول و وعده ها رو دادن یا این فراخوان ها رو دادن لابد مردم باید جواب بدن، لابد جواب خواهند داد، و من فقط میتونم تأکید بکنم که امید است که این کار رو بکنن. من شخصا در این مورد در هیچ کدوم از این دو نکته‌ای که گفتید، سال سرنگونی و یکان ها، به هیچ وجه نمیتونم چیزی بگم، برای که نمیدونم، و فقط میتونم بگم که تا زمانی که من در شورا بودم، یعنی تا 2 ماه پیش، نه بیلانی دیدم، گفتن مشورت کردیم، نه اصلا در این مسائل شورا مداخله تصمیم گیرانه داشته. خب امیدوارم که بیان و به مردم در مورد نکات و قولا و وعده هایی که دادن حداقل پاسخگو باشن، توجه بدن. علم غیب هیچ کس نداره، حداقل از نظر من، ولی کسانی که به هر حال روی محاسباتی این صحبت ها رو کردن لابد به مردم توضیح خواهم داد. اینجا باید واقعا بگم انشاءالله. بله، عرضم به حضورتون که با آخرین پرسش ما از شما به هر حال وقتتونم زیاد گرفتیم،
در بعد از استعفا شما از در نوشته هاتون اشاره به شوراشکنی آقای مسعود رجوی داشتید. منظورتون از این شوراشکنی چی هست؟ آیا برمیگرده به همین توضیحاتی که قبل دادین که ایشون خودشون تصمیم میگیرن و واقعا نظرت شورا رو در نظر ندارن، یا اینکه منظور خاص دیگه داره؟ اگه بشه اینجا توضیح بدید برای شنوندگان خوشحال میشه. ببینید به طور کلی همینی که شما اشاره کردید، ولی ما مشخصا در شورا مصوبه ها و نکاتی داریم که همه بایستی بهش متعهد می بودیم. مثلا بیانیه ملی ایرانی ها که اگر اشتباه نکنم نزدیک 10,000 نفر، شاید فراتر از 10,000 نفر اونو امضا کردن، و بیانیه ملی مرزبندی های کاملا آشکاری داره با هر نوع، به هر حال هر نوع نزدیکی یا نزدیکی فکری یا نزدیکی نوشتاری به جناح بندی های رژیم، چه جناح مغلوب باشه، چه باندهای مغلوب باشن، چه باندهای غالب باشن، فرقی نمی کنه. و یکی اینه، بیانیه ملی ایرانیان. یکی چیز خیلی خیلی قدیمی تر و مهمتر اینه که اصل سرنگونی که از مبانی اصلا تأسیس و تشکیل شوراست. چگونه آدم میتونه در جنگ باشه با رژیم و بعد یه همچین پیام های چاره جویانه که آقا این کارو بکن برای حفظ رژیم بهتره، اون رفسنجانی رو بیار اونو ببر. ببینید این کارا اصلا بوی سرنگونی دیگه نمیده. تمام مدعاهایی که مطرح شد در پاسخ، یعنی در واقع در پاسخ نه، در هجمه و طوفان فحش و توهین به بنده وقتی که این مسئله رو مطرح کردم، واقعا فحاشی های بسیار کثیفی انجام گرفتی که من خیلی تلاش میکنم خودم رو از جاده انصاف خارج نشم و تحت تاثیر و واکنش نسبت به این فحاشی ها سخن نگم. اما مردم حق دارند از خودشون بپرسن احترام، مگر اینجوری نیست که احترام مسجد رو متولی نگه میداره؟ احترام موازین و مسببات شورای ملی مقاومت رو در درجه اول عالی‌ترین مسئولان بایستی نگه دارن. به اینکه مجاهدین نواخه تلاش میکنن، حتی در اون بیانیه کثیف 60 صفحه‌ای هم علیه ما به این مسئله یک اشاره‌ای کردن که از فلان سال آقای رجوی امضا نکرد. آقای رجوی چه امضا بکنن نکنن، تا زمانی که استعفا ندادن مسئول شورای ملی مقاومت به شمار میرن، مگر اینکه استعفای علنی و رسمی بکنن. و به اون اعتبار باید این موازین و میزانهای شورای ملی مقاومت رو احترامشون نگه دارن، وگرنه طبق موازین شورای ملی مقاومت مسئول بعدی یعنی خانم رجوی باید بهشون اخطار میداد که آقا دارید چیکار میکنید. برای یک چیز جزئی، برای یک سرمقاله‌ای که یک شائبه گرایش مثلا به جریان خاتمی داشت، مجاهدین با نهایت فشار موجب جدا شدن و یا گسستگی یا هر چی اسمشو بخوایم بذاریم، اخراج و هر چیزی که من قبول ندارم و نداشتم، هر چقدر در اون شرایط واقعا شرایط بسیار تلخی بود، آقای متین دفتری و جبهه دموکراتیک مورد برخورد شدید قرار گرفت. من یک سرمقاله در آزادی بود که یک جملهش یک نوع شایبه ای رو برمی‌انگیخت که آقا توجه بکنید به مسائل جنبش اجتماعی ایران. اونم در واقع پیامی به حکومت نبود، ولی اینجا 4 سال پیش ایشون به خودشون اجازه میدن به ارتجاعی ترین نهادهای حکومت، یعنی خبرگان، نامه بنویسن سلام علیک بکنن. اون موقع به هر حال لحاظ جنبش اجتماعی که در خیابان بود، تصویر تناقض و اختلافی که به افکار عمومی نمیخواستیم معرفی بکنیم. خصوصی بنده رفتم پیش یکی از مسئولان، احتمالاً شاید دیگر دوستان هم صحبت کردن، و مطرح کردیم که آقا بالاخره کاشکی قبلا مشورت میکردید خیلی دوستانه، ولی الان با اون شرایط سال 88 خیلی فرق میکنه. الان از یک طرف اعلام میکنیم سال سرنگونیه، یعنی آقای رجوی و خانم رجوی این رو اعلام کردن که سال 92 سال سرنگونیه رژیمه، از طرفی
به یک ترتیبی تبلیغ میشد یا حداقل چوم انداخته میشد که احتمالاً در حول و هوش انتخاباتی همچین تغییری در شرف تکوینه، و از طرف دیگه خودمون به دست خودمون به سران این رژیم پیام سازگاری و سلام و علیک و اون هم از موضع این حقیق که در پیام بود، این باعث سرشکستگی کل شورا میشه. و تا اونجا که من شاهد بودم حتی هواداران ابراز نارضایتی میکردن، حالا ممکنه بزنن زیرش، ولی واقعیت اینه که دو تا چهار تا هر کسی این وضعیت رو حتی روی صفحه کاغذ بنویسه و بذاره جلوی خودش، میگه آقا این یک گاف خیلی بزرگه و یک اشتباه سیاسی تاکتیکی فوق العاده شدیده که با شکاف‌های بالا به این علنی، به این وضعیت علنی رئیس بالای اپوزیسیون به اصطلاح مدعی سرنگونی یک چنین نامه‌هایی می‌نویسه. معلومه که این نامه‌ها پیام ضعف داره و نه پیام قدرت، در حالی که مجاهدین دائما خیلی مترصد این بودن و همیشه خواهان بودن که حتی در شرایط ضعف هم آدم پیام قدرت ساطع بکنه. بعد خود ایشون تشریف میارن یه همچین کاری میکنن. البته من به لحاظ سیاسی خب خیلی از افراد با تجربه متوجه میشن که زیر این کاسه یک نیم کاسه دیگه است. به جای دیگه آدم این پیامو میده که ما مثلا آقای غرب، آقای آمریکا، ما مانع مثلا فرض کنید بالا آمدن اینها نیستیم، جناح رفسنجانی که غرب پسنده. ولی اینجوری مطرح نشد، نه با شورا نه حتی پیشاپیش. ناگهان از خبرگزاری ها و از بعدش هم رفتیم بررسی کردیم از طریق رسانه های خود املاک مجاهدین متوجه شدیم بله همچین کاری شده، که البته باعث شرمندگی شخص من و دیگران هم شده بود. بله، متشکرم از شما آقای کریم قسیم. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای کریم قسیم، فعال سیاسی پیرو در واقع استعفایشون از شورای ملی مقاومت ملی ایران. در طی این صحبت ما نامی از سازمان مجاهد خلق ایران، شورای ملی مقاومت ملی ایران، آقای مهدی سام، آقای مسعود رجبی و خانم مریم رجبی داشتیم. من از همینجا اعلام میکنم که اگر هر کدوم از این دوستان یا نمایندگی از به هر حال هر کدوم از این افرادی که یا سازمان هایی که نام برده شد اگر مایل باشن، قطعا ما تریبون رو در اختیار خواهیم گذاشت که این دوستان هم نظرات خودشون رو مطرح کنن. آقای قسیم، سپاسگزار از وقتی که به ما دادید، برایتون آرزوی شادی و پیروزی داریم. متشکرم خیلی از فرصتی که در اختیارم داشتید، سپاسگزاری می‌کنم. شاد و پیروز باشید.